بازداشت شدم، شکنجه دیدم، آزار دیدم. اما بدترین شکنجه هایی رو که دیدم مربوط به زمانیه که 14 سالم بود. من رو به خاطر سرودن چند بیت شعر دستگیر کرده بودن، در سلول انفرادی نگهداری میکردن. در اونجا بیمار شدم، مورد شکنجه، انواع آسیب های جسمی، روحی و جنسی رو تحمل کردم. بیاد دارم بیمار شده بودم، در یک کاسه کوچیک بالا می آوردم و من رو مجبور می کردن همون کاسه رو با آب بشورم و در همون غذا بخورم. بیاد دارم در 20 سالگی بازجو من رو تهدید می کرد، اگر اطلاعاتی که می خوام بهش ندم مجبورم می کنه با زبانم روشور رو تمیز کنم. من اون حقارت ها و شکنجه ها رو برای زنان و دختران جوان، برای پسرانی که الان در خیابان هستن نمیپسندم، نمیخوام. خوشحالم که الان همه ملت ها فهمیدن که این حکومت حکومتی نیست که مورد تایید و انتخاب ملت ایران باشه، حکومتی چپاولگر، حکومتی که تبعیض و بی‌عدالتی در اون موج میزنه و از همه بدتر مستبد، اون هم از نوع استبداد مذهبی، در حدی که ما حق انتخاب دین خود رو هم نداریم، حق انتخاب پوشش خودمون، در بسیاری جاها حتی حق انتخاب رشته تحصیلیمون و شغلمون رو هم نداریم. ما برای رفع این تبعیض و بی‌عدالتی ها به خیابان آمدیم. من با این وجود الان نگران تعدادی زیادی از